خب بچه ها، تو قسمت ششمیم از دوره دیسکای لینوکسی اومدم بیام راجع به پیاده سازی ساده LVM با هاتون صحبت بکنم. از اینجا به بعد داستان میخوایم یک بریم سراغ فایل سیستما، بعد از اینکه همبندی دیسکا رو یاد گرفتیم خواستیم بیایم بریم اون فضا رو به قول برات گفتنی شخمش بزنیم، راجع به فیچرها و قابلیتاش صحبت بکنیم. اما یه سری نکات رو باید بدونید. ما یه سری قوانینی داریم مثل قوانین رید نرم افزاری و LVM برای همبندی دیسکا. چرا این اتفاق میفته؟ حالا جلوتر که بریم رید رو بررسی بکنیم یه سری دیدگاهاتون عوض خواهد شد که چرا ما اصلا باید بیایم دیسکا رو با هم بچسبونیم، همبندی کنیم و ساختارها رو ایجاد بکنیم. اما چیزی که توی LVM میخوام بهتون بگم، یه مثال خیلی ساده میخوایم باهاش بزنیم، نمیخوایم بریم راجع به فیچرهای ادوانسش صحبت بکنیم. یکیش اینه، شما برای مثال یک دیتای 10 ترابایتی میخواهید داشته باشید به یه سرورتون بدید، ولی دیسک هایی که داره دیسک های 4 ترابایتیه، دیسک هایی که داره 2 ترابایتیه، 5 تا دیسک 2 ترابایتی دارید. در نتیجه باید بیاید اینها رو به عنوان یک فضای واحد در نظر بگیرید و به اون سرویسی که میخواهید بدید ارائهش بکنید. پس یکی از کارهایی که LVM برای ما میاد انجام میده این ساختار همبندی. حالا ما تو سناریوهامون دیسکامون کوچولو کوچولوه، جمع و جوره، ولی جذابیتش برای اینه که شما برای مثال اگر 5 تا دیسک دارید که هر کدوم از این دیسک ها حجم های مختلفی داره و حتی رو پارتیشن های مختلفیه، میتونید اون رو به یک گروه واحد تبدیل بکنید و بعدا به این گروه واحد هی بیاید اضافه بکنید، هی بیاید بهش اضافه بکنید و از این گروه واحد بیاید و بخش های مختلف رو تخصیص بدید به حالا هر چیزی، به ماشین میخواید تخصیص بدید، به دیتا میخواید تخصیص بدید و غیره. حالا نکتهش بر اینه، فضا کم آوردی، LVM این قابلیت رو داره که اکستند بشه، این قابلیت رو داره که فضا رو ببره بالا و به شما فضای بهتری بده و مدیریتش دیگه با شما نیست. توی این عکسه که دارید مشاهده میکنیم یه سری بچه ها، ما دیسک سخت افزاری داریم که میتونیم بیاییم روی این دیسکا پارتیشن بذاریم که حالا نوع پارتیشن ها رو تو اف دیسک دیدید، تو قسمت دوم راجع به صحبت کردیم. بعد از اون میاییم بچه ها یک لایهی درست میکنیم به اسم والیوم گروپ، یعنی میگیم آقا این دوتا دیسکی که الان ما داریم رو تبدیلش بکنیم به یک فضای واحد. اگر دوتا 10 گیگ داریم بشه یه 20 گیگ. حالا از این 20 گیگه من میتونم بیام برای مثال یه 8 گیگ و یه 2 گیگ رو ببرم و بهش بگم آقا این چرت بندیه، شد یه 8 گیگ یه 2 گیگ. خود LVM که میاد بین این دیسک ها اینها رو میچرخونه. یه موقع هست فضای تو از فضای یکی از دیسکات کمتره، خب تو همون دیسک میشینه. یه موقع هست نه، فضایی که نیاز داری از فضای یک دیسک تو LVM بیشتره. درنچه LVM میاد میگه آقا مثلا من 5 گیگشو گذاشتم اینجا، 8 گیگشو گذاشتم روی این دیسک، میخوایم بیایم اینو پیاده سازی بکنیم. تو لایه بالا بهش میگن لاجیکال والیوم. یه نکته که تو LVM باید خیلی بهش دقت بکنید اینه که پیاده سازیش از پایین به بالا و پاک کردن از بالا به پایینه. یعنی چی؟ یعنی اول من باید بیام برم پی وی کرییت بزنم، دیسک هام رو LVM میکنم، بعد باید بیام والیوم گروپ بسازم، وی جی کرییت بزنم و در نهایت باید بیام ال وی کرییت بزنم و اگر خواستم پاک کنم بعد از بالا بیارم اینا رو پاک بکنم. که حالا مسیر رو قراره با هم بریم جلو و ببینیم چه اتفاقاتی قراره تو این بخش برامون بیفته. بچه‌ها من الان روی این دیسکی که دارم، حالا بذارید ببینم اینجا وایپ اف اس داش اریز بکنم اسلش دیو اس دی بی اس دی بیم رو اینو پاک بکنم و اس دی سیم رو هم بچه ها پاکش بکنم که تموم بشه. برای اینکه چک کنید ببینید LVM روی دیسکتون الان در حال حاضر وجود داره یا نه، یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که کامند LVM رو بزنید، به کنسول LVM وصل میشید و تمام کامند ها و بخش هایی که شما در حقیقت اینجا میبینید این زیر هست. ما فعلا با 3 تا کامند اصلیش کار داریم که خیلی کارا میشه باهاش انجام داد. اولیش با PV شروع میشه، دومی با VG شروع میشه و آخری با LV شروع میشه. حالا من اینجا میام بیرون، با این کار ندارم. بچه ها تو گام اول ما یه سری کامند داریم که با PV شروع میشه. PV create گام اولیمونه. میگیم آقا بیا /dev/sdb و /dev/sdc رو در حقیقت برای ما چیکار کن؟ LVM کن. وقتی شما successfully create رو دیدید یعنی که این دیسکاتون به ساختار LVMتون اضافه شده. برای نمایش همیشه تو ذهنتون باشه PVS
یعنی اگر یه کامند رو با وی جی شروع کرد میشه وی جی اس، اگر با پی وی شروع کردید میشه پی وی اس. و دارید میبینید الان من خب خود آلما لینوکسم رو تو ال وی ام نصب کرده بودم، دو تا دیسک دیگه هم بهش اضافه کردم. ما یه قسمتی هم بچه ها داریم به اسم برای مثال پی وی دیسپلی، اون اس مینیمال بهتون نشون میده. این دیسپلی میاد یه سری گزارش خیلی جذاب بهتون نشون میده. برای مثال میگه آقا این دو تا دیسک، دو تا 10 گیگیت داری که دارید روی عکس دارید میبینید، روی صفحه دارید میبینید، اینها الان به هیچی وصل نیستن، اما این دیسک قبلی من که روش آلما لینوکس نصبه برای مثال 19 گیگه، اینقدرش مثلا سایز داستانهای خاص خودش بوده، این یو یو آیدیش بوده و به این والیوم گروپ متصله. پس ما اول اومدیم دیسکامون رو شخصیتش رو بهشون دادیم. حالا تو گام دوم ما باید بیایم بگیم آقا ما میخوایم بیام یک والیوم گروپ بسازیم. به چه اسمی؟ مثلا من اسمش رو میذارم آبدینی. شما هر اسمی میتونید اینجا بهش بدید، اصلا مهم نیست. میگم از کدوم دیسکام استفاده کنه؟ میام میگم از این دیسک دو اس دی بی و اس دی سی استفاده بکنه. پس من اون گروهه که مجموع این دیسکا بود و ساختم. اگر من وی جی اس رو بزنم وضعیتش رو به من نشون میده. الان داره به من میگه آبدینیت 20 گیگه، دو تا دیسک داری و آلما لینوکست یه دیسک 20 گیگ داری و وی جی دیسپلی همونجور که بهتون گفتم وضعیت جذاب تری رو بهتون نشون میده و اینجا داره به من میگه آبدینی من فرمتش LVM 2 رید و رایت داره، ریسایزبل و توی این ساخت داره با دو تا دیسک و این داستان‌هاشو دارید میبینید. پس من اومدم این قسمت دومم هم ساختم. حالا میخوام برم خونه آخر. پله آخر رو میخوایم با هم داشته باشیم بچه‌ها. LV یه سری کامنده که اینجا داریم. LV create میام میگم که یه اس بهش میدم به اسم دیتا. یه حجمم بهش میدم، مثلا بهش میگم 15 گیگ از کجا به من بده؟ از آبدینی. و در حقیقت بذارید بهش بگم به علاوه 15 گیگ فکر کنم اینو باید مثبت بزنیم. خب LV create ببخشید بچه‌ها. LV create میام بهش میگم که برای مثال یک اسم بهش بده به اسم چه میدونم دیتا، همین دیتایی که داشتیم. از کجا اصلا به هم بده؟ بذارید اینجا بهش بگم از آبدینی. داش n رو بذارم دیتا و داش l رو بذارم مثلا 15 گیگ و اینجا داش l بزرگ. خب لاجیکال والیوم هم ساخته شد. یعنی من چیکار کردم؟ الان LVS بزنم یه دونه دیتای آبدینی درست کردم 15 گیگ. حالا جذابیت کارمون چیه؟ LSBLK یا که بزنم خیلی باحال میشه خروجی. حالا اون داستانهای SDA و اینها رو با هم داشتیم، ولی تو ساختار SDB و SDC بچه ها دقت بکنید، اینجاست که داره به من میگه یه آبدینی داری که توش یه دیتا داری که این دیتا 15 گیگه. مجموع دیسک من چقدر بود؟ مجموع دیسک من یه چیزی هول و هوش 20 گیگ بود. من 15 گیگ و خود LVM بین این دوتا دیسک تخصیص داد و در نهایت ما میتونیم بیایم بریم با والیوم گروپمون ببینیم که به چه صورته و ساختارهایی که داریم. الان برای مثال به من داره میگه ایسی 4.99 گیگش خالیه. خب این استپ اول بود، گفتم با LVM آشنا بشیم، زیادم وقت ویدیو رو نگیریم. حالا اگر دوست داشته باشیم بچه ها بذارید فرمت کردنش رو هم بهتون بگم، تایم داریم هنوز. من اگر بخوام بیام فرمتش بکنم با هر فایل سیستمی که دلم میخواد، فقط یه نکته داره دیگه، زیر بخش داستان خاص خودش نیست، یعنی زیر یک دیسک نیست، از مپر استفاده میکنیم و اینجا من آبدینی دیتا رو دارم تو مپر میبینم. میتونم بیام فرمتش بکنم و در نهایت کار میتونم بیام اون رو مانت بکنم، یعنی بگم دیو مپر و دیتای آبدینی که من اینجا خواستم بسازم، یعنی آبدینی دیتایی که اومدم فرمتش کردم زیر شاخه اسلش امنتی برای من بشینه. خروجی LSBLK جذابیتش برای اینه که داره به من میگه، میگه این دیتای رفت زیر شاخه اسلش امنتی نشست. حالا تو ویدیوی بعد میخوایم بیایم مراحل پاک کردن و ریسایز کردن و اضافه کردن و بقیه داستانهای LVM رو هم تو قسمت دوم بهتون بگم. گفتم تا اینجا یه آشنایی داشته باشیم ببینیم چی کار کردیم و اتفاقی که ما افتاد، ما اومدیم اینجا و برای خودمون یک فضا ایجاد کردیم. تا ویدیوهای بعدی از دوره دیسکای لینوکسی شما رو به خدای
بزرگ میسپارم. موفق باشید.